رابین سلام. سلام سلام رابین، حال شما خوبه؟ حال شما سلام. خوبه؟ بله بله خوبه، بفرمایید. دفعه پیش داشتین راجع به اخلاق حرف می‌زدیم، تئوری لارز، درسته؟ تئوری جان چی؟ لارز. آها، جان جان لارز. راز، جان راز. آره، خب همون ویل آف وقتی ایگنورنس. ببینید این ناعادلانه به نظر میاد، ما به خاطر چیزهایی که تو اکتساب نکردیم امتیاز داشته باشیم، مثلا به خاطر ببین، نژاد. میخوای اینو میخوای توضیح بدیم؟ ویل آف ایگنورنس رو به فارسیش توضیح بدیم. جان لارز یه پیشنهادی کرده بود که گفته بود که ببین ویل آف ایگنورنس به فارسی یه چی میشه؟ پرده بیخبری. پرده بیخبری. چه ترجمه خوبی. آره، شما جامعه ای که همه چیش با انصافه، جامعه ایه که قانوناشو کسانی تعیین بکنند که به طور فرضی، به طور محال و فرضی، قبل از اینکه تو این جامعه به دنیا بیان قانونشو تعیین کنن، بدون اینکه بدونن که قرار مرد باشن یا زن باشن، چه نژادی باشن، کجای دنیا به دنیا بیان، فقیر باشن یا ثروتمند باشن، چون که نمیدونن چه شرایطی قرار داشته باشن، قوانین رو تعیین میکنن که به نفع همه باشه. یعنی میگن قوانینی که انصافانه باشه قوانینیه که این تست پرده بیاگاهی رو پاس بکنه. درسته؟ درسته. ولی خب ما تو به دنیا آمدنمون اراده ای نداریم، پس شاید نادرانه باشه که نادرانه است که ما به خاطر نجاتمون که هیچ اراده ای تو انتخابش نداریم مزایا داشته باشیم. خب این که یه پیشنهاد واقعی که نیست. کسی که نمیتونه قبضی که به دنیا بیاد قانون بذاره، این فقط یه تسته که شما بیاین مثلا اگه میخواییم ببینیم که آیا یه چیزی قانونی با انصاف هست یا نه، درست یا نه، این تست محال رو پاس میکنه یا نه. میدونی روزایم چیه؟ یعنی فقط یه تمرین مغزیه که نشون بده که ما هممون یه مقدار انگیزه همون ممکنه روی قانون، روی چیزی که تعیین میکنیم برای یه جامعه تأثیر داشته باشه. خب یعنی آیا من به این اعتقاد، یعنی بیام خودت فکر بکنی که آیا این چیزی که من برای جامعه در نظر گرفتم که به نظرم درسته، آیا همین فکر رو میکردم که اگر یک عرب بودم، اگر یک زن بودم، اگر یک همجنسگرا بودم؟ خب یه تمرین فکریه که باعث بشه که یه ذره انصافانه تر فکر کنیم به قانونا، فقط هدفش همینه. در مورد سیستم کپیتالیسم داشتم تحقیق میکردم، میگوی نگاه تو نبته دارم سراغ این موضوع دیگه. در مورد نشنالیزم داشتم تحقیق میکردم تو داره تو منافع بریتانیکا اسمش جنتیک. نه چی؟ سریع به پاس برای که خیلی منتظره سایت بریتانیکا. آره آره بیا مثل میگن تو گذشته نشنالیزم بگو. تو گذشته نشنالیزم به این معنی بوده که ایده های مترقی و پیشرفته برای همه مردم جهان بوده، یعنی بعد از انقلاب های آمریکا و فرانسه وجود داره. تعریف نشنالیزم رو میگی؟ نشنالیزم بستگی داره که دارید. نشنالیزم تعریف های مختلف داره، بستگی به کانتکستش داره. خب نشنالیزم ممکنه تعریفش برتری یک سری مردم یک کشور به مردم کشور دیگه باشه، میتونه اعتقاد فقط به این باشه که بهترین روش مدیریت جهان تقسیم بندیش به کشورهای مختلف. این دو تا چیز جفتش یک کلمه استفاده میشه ولی کاملا با هم فرق داره. اونجا نوشته بود وفاداری به یه ملت. خب آره، ببین وفاداری به ملت به چه معنی؟ آیا مثلا همین نقش هم میتونه دو تا معنی مختلف داشته باشه. خب آیا شما میگین که وفاداری به مثلا معنی ملت، یعنی روش استفاده ملت برای مدیریت یک منطقه جغرافیایی، یا اینکه وفاداری کورکورانه به یک کشور، به یک مرز جغرافیایی و هر کاری که میکنه و هر جرم جنگی که میکنه فقط بخاطر اینکه این ملت توه
کورکورانه ازش دفاع بکنیم، اینم میتونه به وفاداری از ملت همی. باشه. اینو من خب این خب این بده همی. یکیش خوبه یکیش بده. به فکر کنم ترجمه فارسی نشنالیسم میشه ملت گرایی، درسته؟ ملی گرایی. ملی گرایی. ببین ملی گرایی یه تعریفش به نظر من خوبه، یه البته جفتش تعریفش درسته، ولی یک تعریفش یه چیز خوبی رو توضیح میده، یک تعریفش یه چیز بدی رو توضیح میده. خب ملی گرایی وقتی که میشه وفاداری کورکورانه از یک ملت بخاطر هر کاری بکنه و هر اتفاقی بیفته، هر چیز همه چیزشو دفاع بکنی، یا مردمش رو هر جرمی هم انجام بدن دفاع بکنی و هر همه چیزشو برتر از بقیه جاها بدونی، این یه چیز خیلی خطرناک است. که اتفاقا جنگای جهانی هم به خاطر همین اعتقادات مزخرف اینجوری به وجود اومد. ولی اگه فکر میکنی که بهترین نحوه مدیریت جهان تقسیم بندیش به یک سری ملت‌ها هست و مردم هر منطقه جغرافیایی میتونه بیان تعیین بکنن که خودشون انتخاب بکنن که کی مدیریت اون منطقه جغرافیایی رو انجام میده، یعنی این ملی‌گرایی به این معنی هست که نه که فکر کنی ملت تو برتره، ملی‌گرایی به این معنی هست که فکر کنی بهترین روش مدیریت از یک منطقه جغرافیایی تشکیل ملت‌های مختلف هست، یعنی اعتقاد به این که مرز و اینا یعنی کاربرد داره، نه اینکه مثلا تعصب نداری به مرز و خاک و اینا، فقط فکر می‌کنی به خاطر کاربردی میگی که این روش خوبیه. از اون لحاظ به نظر من، از اون لحاظ من هم خودم ملی گرا هستم. معتقدید مثلا یه دولت کشور واحد تو زمین نمیتونه وجود داشته باشه؟ خب اصلا این معنی نداره. بالاخره حتی اگه بگیم خب همه دنیا بشه یک کشور واحد، بعد باید تقسیم بندیش بکنیم که خب کی اینجا رو مدیریت بکنه، کی اونجا رو مدیریت کنه. خب بعد اگه تقسیم بندیش بکنی اینجوری، بازم میشه همون چیزی که حالا اسم قبلیش ملت بود، حالا استانه، خب اون استان میشه همون ملت قبلی. میگه شما یه ساختمون هم بخواین، یه مدرسه هم بخواین مدیریت بکنین، میگه خب این کلاس اولیا با کلاس پنجمیا معلم خودشو داره. شما یه بیمارستان هم بخواین مدیریت بکنین، تقسیم بندیش میکنین. چجوری نمیتونین که همه دنیا یه مدیر همش یه مدیر. بالاخره هر کسی باید بتونه خود مردم یک منطقه خودشون باید بتونن بیان تعیین کنن که چه کسی مستقیم داره اینا رو مدیریت میکنه. برای این میدونی، یعنی بالاخره حتی اگه همه جهان هم بخوایم بکنین، ببین همه جهان هم بخوای بکنین یک کشور، بالاخره بعدش باید تقسیم بندی بکنی که هر کدوم از این قسمت های جهان رو کی مدیریت بکنه. بعد اگه بخوای اون رو تعیین بکنی، خب کی این مدیرا رو انتخاب میکنه؟ میشه مردم همون قسمت جغرافیایی، خب میشه همون ملت قبلی دیگه. میدونی منظورم این بود که مثلا دو تا دولت کشور شده باشن، قانون نتون قانون گذاری اون کشور نتونن تو قانون گذاری اون کشور دیگه دخالت کنن. و منظورم این که دولت واحد یعنی مثلا اصلا بتونن یه قانون باشه که تو همه جهان اعمال شه. نه دیگه، خب یعنی الان که نمیشه، الان که هم چیزی امکان نداره. بالاخره مردم یک منطقه خودشون باید بتونن تعیین بکنن که کی مدیرشونه و اون مدیران خودشون قانوناشو براش تعیین میکنن. نمیشه که یک نفر یه جایی، یعنی چه جوری شما میخواین تمام جهان، ببین هیچ مدیری به این قوی وجود نداریم که بتونه بیاد هم بدون بهترین قوانین و مدیریت برای مثلا جنوب هند باید چی باشه و غرب اروپا هم باید چی باشه. یعنی چیزی الان محاله. خب یعنی مدیران یک منطقه باید آشنایی داشته باشن با مردمش، مردمش احساس بکنن که این مدیرها از خودشون اومدن. یک همین چیزی الان امکان نداره. شاید یه روزی که هممون آپلود شدیم توی یک کامپیوتر، شاید اون موقعی همچین چیزی امکان داشته باشه. الان فعلا امکان نداره. من منظورم چیزی شبیه سیستم فدرال ایالات متحده است. بعضی از قوانین ایالت‌ها با هم فرق داره، ولی یه قانون واحد نمیدارن. خب آره، ولی خب ببین برای تمام جهانی هم چیزی امکان نداره. بریم اینو سریع بگو بابک، بریم سراغ بعد از حرف بابک بعد بریم سراغ نفر بعد. مثال بزنیم به این قضیه. چی؟ اتحادیه اروپا رو. میگم اتحادیه اروپا رو میتونیم برای هم این هم مثال بزنیم، در یک به حساب توی یک جامعه کوچیک در نظر بگیریم. کشورها یک هر جدا یک سری قوانین مشخص خودشون بر اساس منطقه خودشون و مردم و فرهنگ خودشون دارن، یک سری قوانین
کلی هم هستش که در پارلمان اروپا به تصویب تصویب دادن هدایت. درسته. ببین خب برای اروپا این احتمالش بیشتره، برای اینکه اینا کسای کشورهایی هستن که فرهنگشون به هم خیلی نزدیکتره. خب یکی این. یکی هم خب برای تمام جهانم ما تلاش اینجوری نیست که مثلا یک کشور یک همه جهان رو یک کشوری بکنن. کاری که میشه کرد اینه که یک سری قوانین بین المللی رو همجوری سعی کرد که کشورهای مختلفی رو یکی یکی قانع کرد که این قوانین بین المللی رو قبول کنن، که شما یعنی به جای اینکه همه رو یک کشور بکنین یک قانون هست، قانونی بشه که برای همه رعایت کنن، که خودتون هم که دیدین که همین الان این هم چیزی چقدر سخته. خب من یه حرف بزنم، چین. خب جمهوری اسلامی. خب یعنی چجوری میخواین همه اینا رو راضی کنین که مثلا این قوانین بین المللی رو همه رو، یعنی کار خب میتونین کار راحتی که نیست، تقریبا غیر ممکنه فعلا، حالا حالا که غیر ممکنه. خب ولی یعنی منظور من اینه در گذر زمان، آره در گذر زمان، ولی تا این بشه ما اصلا انسان یه چیز دیگه شده تو موقعی که اصلا یه هم چیزی بشه. آره ولی خب امکان داره که قوانین بین ببین این به نظرم به جای اینکه بگیم همه جهانی کشور بشه، چیزی که ممکن چیزی که بیشتر احتمالش هست اینه که قوانین بین المللی کشورهای یک زمانی برسه که کشورهای بیشتری قبول بکنن که این قوانین همه جهان باشه. آره اینجوری میشه گفت. ولی اینکه بگیم حالا پس معنیش اینه که همشون شدن یک کشور، به نظر من یه مقدار مبالغه است. ما بریم سراغ قاسم اگه میشه. ممنون از صحبت بهتون، لذت بردم، خداحافظ. ممنون رابین، چه سوالات جالب.